برای اشتراک در این رزمایش مشترک وسیع حربی، هیئت نظامیان قواهای مسلح جمهوری ازبکستان از قسمت مرزهای جنوبی تاجیکستان با تکنیک های وزنین زیرپوش جنگی و افتومبیلی، سلاح و مهمات حربی و جزء و تام های تعینات مخصوص تحت حمایه و راهبلدی چرخبال های حربی وارد کشور ما گردیده، در مشقای حرب میدان گرنیزان ختلان قرارگاه موقتی خش را تشکیل نمودند. هیئت نظامیان قواهای مسلح فدراسیون روسیه را در این مشقها اساساً جزء و تام های پایگاه نظامی 201 این دولت تشکیل نموده، در آن کارشناسان حربی و هواپیماهای محاربوی از دیگر منطقه های این کشور انتقال یافتند. از جانب قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و مشقای مشترک حربی، هیئت شخصی قسم واحد های نظامی قشونهای خشکیگرد مستقر در گرنیزان ختلان و چرخبال و هواپیماهای قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی جلب کرده شدند. نظامیان قواهای مسلح سه کشور در میدان شرطی جنگ یا خود مشقای حرب میدان با گستردن خیمه های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی قرارگاه موقتی بنیاد نموده، از روی موضوع و مطلب مشقای وسیع نظامی با کارکرد عنصرهای مختلف ضد تروریستی شروع نمودند و به دور نهایی این رزمایش وسیع نظامی آمادگی همه جانبه می گیرند. میدان شرطی جنگ یا خود مشقای نظامی حرب میدان با پهنای زیاده از 200 هزار متر مربع در قسمت جنوب کشور قرار داشته. آن از مرکز پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 170 کیلومتر جایگیر است و از نقطه فرماندهی که مرکز مشقای حرب میدان محسوب می‌یابد، طبق حساب خط راست مستقیم تا سرحد دولت اسلامی افغانستان آن در مسافه 25 کیلومتر جایگیر می‌باشد. موافق مطلب برگزاری مشقای مشترک حربی، جزء تام های نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه بعد گرفتن دستور بانگ خطر در مدت 6 ساعت به هیئت نظامیان جمهوری ازبکستان باشد. طریق راهپیمایی مرشی از این کشور در دوام 10 ساعت با تکنیک و لوازمات بجنگ پیش بینی شده به منطقه های احتمالیت محاربه مدافعوی یا خود مشقای نظامی حاضر شدند و موقع های جنگی خود را پر را اشغال نمودند. در مشقای مشترک وسیع نظامی در مجموع زیاده از 2000 نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح سه دولت اشتراک نموده، در آن 25 عدد چرخبال های جنگی و نقلیاتی، هواپیماهای محاربوی و ضربزن، بمب انداز و قیرکننده، نزدیک 300 عدد تکنیک های زیرپوش جنگی و مخصوص توپ یا خود واسطه های گوناگون آرتیلری، تکنیک های اتومبیلی، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی استفاده می شوند. هدف دایر نمودن مشقای مشترک وسیع نظامی این عملا سنجیدن اجرای وظیفه های جنگی جزء تام ها هنگام نامعتدل گردیدن وضعیت در سرحد دولتی، سیقل دادن تجربه هیئت شخصی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان در تشکیل عملیات با موفقانه نظامی، هماهنگی جزء تام ها در صورت به وقوع پیوستن همه گونه تهدید خطر، وسعت دادن قوه و واسطه های مادی تکنیکی، آموزش و ازبر نمودن منطقه و موضع های جغرافی ضمن دایر کردن عملیات جنگی و سفربری قشون ها را در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف ضد تروریستی در منطقه های مرزی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری تاجیکستان در بر می گیرد. در نظر است که مرحله نهایی مشقای مشترک وسیع نظامی سه کشور روز 10 آگوست پورا جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.